اینجا هم میارمش. بیا اینجا. ما یه ابزاری داریم میخواستیم که نظرتون دربارش بهمون بگید. ابزار منظورتون چیه؟ چه ابزاری باشه؟ ابزار کار. بستگی به چه ابزاری اینو داریم؟ آره حالا بهت نشون میدم. این بفر. چرا میخندین؟ چشه؟ نظرم در مورد بیل بگم. دست داشته که دارم فوبیا دست بیل دارم. جدی؟ بگیریدش. ترسناک نیست. و حالا خب ویژگی هاش بیله. یاله دورانه تو فولیتش با اینو کتش بخوردی؟ برای کندن. خب بیل یه وسیله یه مکانیکیه دیگه که در واقع سطح مقطعش زیاده، کمه و فشار که بهش میاد به خاطر همین یه فشار زیادی به سطح خاک وارد میکنه. دیگه با بیل چه کارایی میشه کرد؟ با بیل تو سر یه نفر هم میشه زد. باش میشه کسی رو زد یا نه؟ آره میشه. سلام شوهرم. از کجاش استفاده میکنید بخواد یکی رو بزنید؟ فکر کنم این وری بهتر باشه. به این حالت میشه جستشو بگیرید ببینم بخواد یکی رو بزنید؟ به حالا منو نه. به این صورت میگیرید؟ چند وقتی پیش یکی از مسئولان این کار رو انجام داد، مسئولان کشور. با بیل کسی زده؟ ما دو تا بیل میخواستیم، یه بیل میخواستیم کمر کرونا بزنیم، یه بیل هم میخواستیم کمر تحریم بزنیم. همش من فکر میکردم این دوتا بیل ما پیدا هم، این دوتا بیل ما پیدا کردیم، به کمر هر دو زدیم. مردم ها؟ دوتا چیز چرا گفتی مردم؟ کلان کمر مردم ایش کنن دیگه، چیکار میکنن؟ جدی؟ حالا با بیل، با کلید، با هرچی. نسخه بازیه؟ نشکستن که؟ کمرش رو شکستن؟ اثارتو شما داری میبینی؟ به نظرم سایشون هم نتونستن بزنن سایه یه تحریم ها رو. ایشون از پارسال تا حالا راجب هرچی مثبت حرف میزنه منفی میشه. آره مثلا اومد گفت که بورس فلان میشه، یهو بدبخت کردن. پس اون بیلی که دستشون بود باش چیکار کردن؟ بکنم کمر مردم رو شکستن. کمر مردم رو شکستن؟ کمر مردم بدبخت رو. یکی دیگه از مسئولان گفتن که ما کشور رو از این که بره لبه پرتگاه نجات دادیم. خیلی که خدا ایشون آید ما رو هول بده. داشته میافتاده تمومش کرده قشنگ راحتمون کرد. آره دیگه. یورو یه مقداری اومد پایین، قبول دارم اینو، ولی فکر نمی‌کنم این اثرت تحریم باشه. به خاطر اینکه یورو یا همون دلار، مثلا دلار بوده 14000 تومان، رفت رو 30 تومن الان شده 20 تومن. اینو بهش نمیگن کمر شکستن، میگن گول زدن. دردی که من تو بچگی کشیدم با این درد کلام کشه اصلا قابل مقایسه نیست. من از زرم اون مثل موقع بیل بخورم تا الان با این بیل کمر تحریم باشش کردم. الان شما مثلا آقای روحانی با این بیل زدی کمر شکسته، شما با این بیل چیکار میکنی؟ سازندگی. من پدرم تولید کننده است، واسه همین درک کردم قشنگ کمر تولید کننده شکوندن یعنی چی. دیگه ترجیح آباد میکنم، شروع میکنم به آباد کردن. حداقلش از اینی که هست یه خرابتر نشه. مشکل از این بیل است فکر کنم. مشکل از کسیه که دستشه. متفاوته، یکی میکاره یکی میزنه تو کمر. به نظرم بیل رو باید دست آدم درستش داد. بهترینه که تو هر زمینه ای قرار اگر مدیریتی انجام بشه فرد درست رو شناسایی بکنیم و بیل رو بدیم دست آدم درست.